سلام جمعه 26 آذر 1417 دسامبر 2021 میلادی گزارش سالیانه وزارت خارجه امریکا در مورد تروریزم در دنیا منتشر شد و طبق روال چند سال گذشته بخش بزرگی از اون به ایران اختصاص داشت و اینکه جمهوری اسلامی کماکان بزرگترین دولت حامی تروریسم و تروریسم جمهوری اسلامی در منطقه در کشورهای عراق بحرین سوریه یمن غزه دنبال میشه کماکان و در بین سازمانهای تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی حزب الله بزرگترین سازمان و جمهوری اسلامی هم بزرگترین حامی حزب الله این گزارش غیر از اینکه نام چندین سازمان رو هم که وابسته به ایران هستند میاره این نکته هم در اون بدیه که میگه در اعضای القاعده و داعش در ایران به سر میبرن البته این موضوع جدیدی نیست تابستان گذشته نفر دوم القاعده در ایران ترور شد و گفته شد که اسرائیل با همکاری و به سفارش امریکا این فرد رو در ایران ترور کرده قبلا هم مطرح شده که جمهوری اسلامی با القاعده ارتباط داشته آنچنان که پرونده ای در ارتباط با حادثه 11 سپتامبر در دادگاه فدرال نیویورک مفتوح شد با کوششی که یک دارالوکاله به نام وبستر ملون باز کرد طی چندین سال تحقیق به وکالت از خانواده های بیش از 300 تن از قربانیان 11 سپتامبر و در این پرونده که سرانجام قاضی فدرال نیویورک پذیرفت اون رو بررسی کنه نهایتا منجر شد به حکم قاضی دانیلز که جمهوری اسلامی قبل از حوادث 11 سپتامبر در جریان حوادث 11 سپتامبر و بعد از اون با القاعده ارتباط داشته عامل ارتباط هم نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده بر صورت اینکه جمهوری اسلامی با سازمان های تروریستی که اسم اونها رو هم جنگ نامتقارن میگذاره یک نام ظاهرا آبرومند برای تروریزم جزو استراتژی جمهوری اسلامی برای درگیری با آمریکا و محو اسرائیل قرار داره طی این سالیان منجر به همکاری این سازمان های تروریستی با هدایت تهران با سازمان های مواد مخدر و کارتل های قاچاقچی شده و شبکه در واقع قاچاق پولشویی و تروریزم با سیاه چاله به نام جمهوری اسلامی و به گستری از کابل تا کاراکاس شبکه است که حاصل حکومت جمهوری اسلامی و به ریاست آقای خامنه‌ای است اما مجمع عمومی سازمان ملل هم قطنامه ای رو که کانادا پیشنویس اون رو تهیه کرده بود و قبلا در کمیسیون شماره سه مجمع عمومی به تصویب رسیده بود به تصویب رسوند با 78 رأی موافق و 29 رأی مخالف و 69 رأی ممتنع تصویب این قطنامه هم برای چندمین سال که اتفاق میفته و گزارش امسال بخش حقوق بشر سازمان ملل هم کماکان موارد نقض حقوق بشر رو در ایران میشماره مواردی مثل شمار بالای اعدام اعدام کودکان شکنجه زندان دستگیری مخالفین فشار روی اقلیت ها و موارد این چنینی که بارها تکرار شده جالبه که جمهوری اسلامی هر سال هم سعی میکنه دروغ سر هم بکنه گاهی میگه اینها حرف های مخالفین گاهی اصلا تکذیب میکنه از جمله امسال آقای کاظم غریب معاون حقوق بشر قوه قضاییه عنوان کرده که ما اصلا شکنجه نداریم و اگر کسی شکنجه شده به ما مراجعه کنه هشتگی در شبکه های اجتماعی به راه افتاده که من شکنجه شدم و مواردی که شاید از هزاران افزون باشه کسانی که در معرض شکنجه بودند اظهار نظر میکنم همکنون دادگاه حمید نوری هم در جریان و شاهدهای حی و حاضری میان و صحبت می کنند که چگونه شکنجه شدند و چگونه رو در روی اعدام قرار گرفتند چندی قبل هم دادگاه مردمی در لندن تشکیل شد که بسیاری موارد کشتار و مسائل مختلف به خصوص در آبان 98 در اون مطرح اما در همین دو روز گذشته بعد از ضرب و جرح گوهر عشقی مادر ستار بهشتی که آزم مزار پسرش بود و مورد ضرب و شتم قرار گرفته او رو به هل داده بودند روی میلگرد افتاده بود و بیهوش شده و به بیمارستان برده شده بود و عکس صورت خونالود و زخمی او دل هر بیننده ای رو به درد می آورد صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک فیلم مسخره ای رو ساخته که زنی را از پشت نشون میده و ده ها مورد ایراد به این فیلم گرفتند برای اینکه بگه گوهر عشقی داشته میرفته واکسن بزنه و بعد هم خودش خورده زمین گوهر عشقی این زن شجاع و مادر ستار در یک ویدئوی کوتاه تکذیب کرد این رو و یک بار دیگه هم مشت دروغگویان رو باز کرد اما دو, دو تن هواپیمای اوکراینی هم پروندهش به نقاطی رسیده که میشه گفت نقطه عطف. چهار کشور بریتانیا، سوئد، اوکراین و کانادا اختار کردند که اگر جمهوری اسلامی به سوالات اونها پاسخ نده تا بیستم دی از طرق دیگه اقدام خواهند کرد حامد اسماعیل اسماعیلیون که همسر و فرزندش رو در سقوط هواپیما از دست داده و سخنگوی خانواده های داغ دیده است عنوان کرده که اگر جمهوری اسلامی به سوالات پاسخ نده در بیست دی ماه تا بیست روز دیگه پرونده به ایکا او ارجا خواهد شد و حسب مقررات بین المللی احتمالا مواردی که ایکا او پا در میدان بگذاره و پاسخی نگیره اون وقت ممکن است که محدودیت های زیادی برای پروازهای جمهوری اسلامی برقرار بشه مذاکرات وین هم که امروز جمعه متوقف شد به گفته سه کشور اروپایی به درخواست جمهوری اسلامی بوده انریک مورا معاون هماهنگی سیاست خارجی اتحادیه اروپا عنوان کرد که ما چند ماه وقت نداریم و تنها چند هفته فرصت داریم در سوی دیگه جیک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا هم عنوان کرد که راهی برای توافق با ایران پیدا نکردیم و در وین به توافقی نرسیدیم آقای باغری کنی رئیس نمایندگی جمهوری اسلامی عنوان کرده که 80 درصد اختلافات باغیست و اسناد توافقی عراقچی در شش دوره قبلی چند اختلاف هم به اونها اضافه شده. در سوی دیگه آقای رافائل گروسی رئیس سازمان انرژی اتمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جواب آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران رو داده که گفته بود دوربین از کجا که هک نشده باشه و یا هارد اون از بین رفته و یا اینکه تا تحقیقات در مورد حمله روشن نشه به سایت کرج ما جواب دوربین رو نمیدیم آقای گروسی سراحتا آب پاکی رو ریخته و گفته این دوربین ها قابل حک کردن نیست چون به اینترنت وصل نیست هاردش از بین نمیره و هارد یکی از اونها گم شده تحقیقات هم ربطی به کار ما نداره بر صورت با این به, به نوعی بمبست رسیدن مذاکرات در وین و تعطیل موقتش دو تن از رؤسای اسبق سی آی ای امریکا یعنی آقای لون پنتا و ژنرال پتراس کمپینی رو به راه انداختند که در این کمپین عنوان کردند که جمهوری اسلامی باید بترسه و زیر فشار باشه و اگر نه هیچ گونه راه نخواهد آمد اهمیت این دو نفر که تعدادی از مقامات سابق امریکا هم با اونها هستند این است که در واقع از جناهی محسوب میشند که نزدیک به دولت آقای بایدن هم بنابراین میتوانند از جناه آقای بایدن به دولت بایدن فشار بیارند اما ستاره ملی پوش هند بال ایران خانم شقایق پاپیری که در مسابقات جهانی هندبال در اسپانیا به سر می برد اعلام کرد که به اسپانیا پناهنده شده. او افشا کرده که از بازیکنان تیم ملی یک میلیارد تومان وسیقه میگیرند و اگر نه به گفته او هیچ کدام از بازیکنان بر نمی گشتند و نشون داده که چگونه زیر فشار هستند از جمله در مورد خودش گفته وقتی در بازی اول مغنعم رو کشید یکی از بازی کنند و تازه سرم هم نیفتاد سرپرست سر من داد زد و ما به شدت زیر فشار هستیم با امید پیروزی ایران و ایرانی